این زندگی سرشار از افتخار و غرور سیروز نهاوندی است که کوشیدن صده های بسیار کوشیدن این دلاور بی همانند تاریخ رو از فرزندان این کشور دور نگه دارن. مردی که در حالی که خودش اندوه اسارت و بردگی، بار سنگین اسارت و بردگی روی دوشهای این چنین مردی بزرگ و مبارز داشت آزارش میداد، ولی هرگز برای اسارت خودش، برای دردهای شخصی خودش گریه نکرد. اما هرگاه اسیر خردسال ایرانی رو میدید خم میشد، دستی به سر و روی او میکشید، گریه میکرد، زجه میکرد و میگفت عمر جگر من رو خورده. از او، از این مرد نهاوندی ها باقی موندن. مردم نهاوند، کو غیرتتون؟ اسیر عمر ابن خطاب و دین دستاورد عمر ابن خطاب شدید. اسلام رهاورد عمر ابن خطابه. اسلام در زمان عمر ابن خطاب به دست یک ایرانی خائن، شریر، جاه طلب که امیرن للمدائن شد، شاه تیزفون شد، سلمان ننگین، اسلام با دست همه نیرنگ بازان بدخواه ایران به درون این میهن آمد و به دست بازماندگان کلاهبردار و شیاد و شارلاتانش در این کشور موند و کتابی رو به همراه آورد که به جز شرارت و بدخواهی و بدخیمی برای ملت ایران چیزی رو همراه نداشت. اما دلاوران همواره در تاریخ کار خودشون رو میکنن. انجمن پادشاهی ایران قول میده کار فیروز نهاوندی رو با ذات اسلام در درون میهن انجام بده. بچه های انجمن پادشاهی ایران در درون میهن همه فیروز نهاوندی هستن. من این رو پیمان میبندم. من میدانم. من بیگمان میدانم. بچه های انجمن پادشاهی ایران، فرزندان کوروش و داریوش، همه فیروز نهاوندی هستند. نه اینکه حاقد باشن، بلکه عاشقن. عاشق آزادسازی میهن پس از 1400 سال بردگی.